گر شود قسمت مرا صد بار جا دارد حسین. میگه اگر قسمت ما صد بار دیگه شوه خلاصه ما انوز آرزو دارم دیگه. اونجا که ما میرفتیم و یاد ما از دنیا نبود دیگه، یاد ما مثلا از مغازه و کار و زندگی و مثلا معاشرت مردم، قرضداری، بدهکاری، هرچی که مثلا از این چیزا هیچ. خیلی اتفاقات افتاده، خیلی خیلی اتفاقات افتاده. ما خود ما خوابیم خلاصه، گسانه ها را نمیتونیم خلاصه در کنیم. خب اما 99% امکان نداره. گفتم خب از درگاه امام حسین ما ناامید نمیشه. سلسله مستند کربلایی، روایتی از مسافران راه عشق. خب کاکا جان، چی شد که تصمیم گرفتین به زیارت امام حسین علیه السلام برین؟ چون در زیارت امام حسین یک معنویاتی هست که خدا انشاءالله همه آرزومندان را نصیب روزی کنه. من آرزو داشتم از ما کوچکی خلاصه داد زیارت امام حسین میزدم، دیاد زیارت آقا علی ابن مسرزا و همه اطوات آلات میزدم. خلاصه خدمت شما عرض شود، در روایت داریم که میفرماید کسی که قصد زیارت آقا با عبدالله الحسین علیه السلام را بکند، از خانه که بیرون شود، انوز از چارچوب خانه بیرون نشده، یک قدم این طرف یک قدم این طرف، به برکت امام حسین علیه السلام و زیارت امام حسین، خداوند تمام گناهان صغیره و کبیره این زیارت کننده را میبخشه میاموزه. کاکا جان، شما چند سفر توفیق داشتین به زیارت کربلا برین؟ خدمت شما عرض شود که شاید 5 دفعه یا 6 دفعه. و یک دفعه که من رفتم سال 57 بود. از خوشی ها و لذت هایی که در این سفر بوده که باعث شده شما چندین بار به این سفر زیارتی مشرف شوین، از او خوشی ها برای من یکم دیگه. خوشی ها دیگه هرچی خلاصه ما بگم کمه. یکی از جاهایی که میفرماید روایت شده، از ساعتی که از خانه حرکت میکنین تا میرین زیارت، هر چقدر وقت که طول بکشه، ولی 1 ماه 2 ماه کمتر بیشتر، خدا این مدت زمان از عمر انسان حساب نمیکنه، ولی از برکت زیارت آقا با عبدالله الحسین علیه السلام دیگه. اونجا که ما میرفتیم و یاد ما از دنیا نبود دیگه، یاد ما مثلا از مغازه و کار و زندگی و مثلا معاشرت مردم، قرضداری، بدهکاری، هرچی که مثلا از این چیزا هیچ. ولی یک فضای معنوی بود خلاصه که بسیار بسیار خوش میگذشت بر ما و خوشم گذشت الحمدلله. خب الحمدلله، از سختی ها و مشکلات سفرم بر ما میگین؟ یعنی سختی هایش که سختی داره، خدمت شما عرض شود که پیاده روی داره و گرمی، سرما، هر چی داره، ولی ارزش داره. اینا هیچ چی انسان حس نمی کنه وقتی که به زیارت آقا با عبدالله الحسین علیه السلام می روان، اینا هر هیچ چیز نمی کنه، از هیچ سختی خلاصه حس نمی کنه. ارزش داره، بیشتر از این خلاصه ارزش داره که ما خدمت شما عرض کنیم که هر سختی که بیاید در مقابل زیارت امام حسین خیلی خیلی کم و ناچیزه. به مهر تو زندگانیم، عشق پیریم از جوانیم، کی به درگهت میرسانیم. یمن فاطمه جان ما حسین، یمن فاطمه جان ما حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یکی از اون خاطراتتانه که تا هنوز به یادتان هست و لحظه بله. لحظه یاد حضرت در دلتان زنده میکنه، یکی از اون خاطرات بله. او زمان ما که سال 57 بود، یک مریضی برای ما پیش آمد کرده بود که ما رو فرستادن با یک عده از دوستا رفقا هندوستان
برای مداوا. خب این دکتر مربوطه که ما پیشش رفتیم خلاصه معاینات خدا انجام داد، گفت این یک آزمایشاتی داره که باید یک ماه یا مثلا یک ماه و نیم مدت طول میکشه که به اصطلاح جواب زی حاضر شو. اینجا نبود که خلاصه که ما اونجا بودجه نداشتیم، باز با این رفقا و اینا گفتن که چون اینا تاجر بودن با همین پول کمی که ما داشتیم اونا که چیزی که برای خود مثلا میگرفتن و این پول کمی ما را مثلا یک کمی از اون چیزایی که اینا خرید و فروش میکنن از ما را میگرفتن. خلاصه گفت ما میریم ایران. ما خیلی خوشحال شد، از امو هندوستان یک سلام به امام رضا کردم، گفتم سفر اول من بود که خدایا ما امام رضا زیارت امام رضا رفتیم، زیارت امام رضا خدا نصیب کرد و اینا هم به اصطلاح تجارت خود کردن و پولای ما رو خلاصه چیز کردن در کار انداختن که همی خرچ رای و به اصطلاح هتل و مسافرخانه الحمدلله چند برابر شد پولا، ولی پول کمی ما چند برابر شد. دیگه سفر دوم که رفتیم آزمایش ما بیرون شده بود جای دکتر که در هندوستان رفتیم، خدمت شما عرض شد که به من گفت که شما احتیاج به این دارو داره. او دارو رو خلاصه برای ما نوشت و این دارو رو تهیه کنیم. من او دارو رو تهیه کردم خلاصه. بله خدمت شما عرض شد که این رفقای ما یک دفعه خلاصه شوق کردن طرف کربلا، گفت بریم سفارت عراق بریم در بغداد. رفتیم خلاصه اونجا که نزد سفیر و اینها گفت امکان نداره برای شما ویزه، شما باید ویزه از افغانستان بگیرین، شما ویزه باید از ایران بگیرین. گفتن نه. خلاصه اینا خیلی دیگه تاکید کردن روی مسئله. به هر حال فرمای به ما داد، گفت ما اینا رو میفرستیم بغداد، اگر جوابش آمد خوب، اما 99% امکان نداره. گفتم خب از درگاه امام حسین ما ناامید نمیشه. خدمت شما رسید، فرمای رو پر کردیم و دادیم. خلاصه آمدیم، باز خدا ما را خواست که دوباره بریم سفارت طرف سفارت عراق بریم در هندوستان. بله اونجا که رفتیم دیدیم ویزا آماده بود، ویزا را خلاصه گرفتیم و آمدیم. اینا در کویته پاکستان گفت ما میریم نمیدنم قندهار، تصفیحات برای تجارت و اینا مثلا تهیه میکردن که اونجا بفروشن. خب ما آمدیم مشهد مقدس مسافرخانه سلطانی، این رفقای ما دیر کردن نتانستن بیاین. خلاصه دیر کردن، به هر حال ویزه ما نزدیک بود که تمام شوا. من در مشهد مقدس رفت و آمد داشتم خانه آجی مولوی حسن جان قندهاری، گفتم آجی ها این ویزه ما خلاصه نزدیک که تمام شوا چیکار کنم. اونا فرمودن به زیارت جد حسین میروین، 70,000 ملائکه شما را بدرقه میکنه، شما را انشاءالله صحیح سالم میبره، صحیح سالم برمیگردانه، برین شما انشاءالله کمر خود ببندین. اما میخواین که برین در نجف در کاظمین کجا باید برین؟ ما راهنمایی کرد. در کربلا کجا برین؟ ما راهنمایی کرد. بله در نجف اشرف کجا برین؟ بله ما راهنمایی کرد. خب الحمدلله این سفر اتفاق افتاد. تنها و اینها زیارت کاظمین و آمدم کربلا، از کربلا آمدم نجف اشرف. یک نامه نوشته بودن برای یکی از خدامهای آقا امیرالمؤمنین علیه السلام. این نامه را که به نام سید هادی خرسان پیرمردی بود، این نامه را که باز بکردی بنده خدا نامه را شناخت، به چشمای خود مالید و خلاصه بوسه زد و اینها به من گفت یک زیارت نامه برای شما میخوانم. زیارت نامه را خواند و خلاصه زور مر برد خانه خود. بله نهار با او خلاصه خوردیم و با پسرش بود، نمیدانم کی بود، مرا فرستاد خانه دخترش. بله دختر حاجی مولوی حسن جان قندهاری سکونت داشتن، همی فعلا هم سکونت دارن در نجف اشرف. اونجا که رفتیم و خلاصه خدمت شما عرض شد، چند شب ماندم و اینها آمدیم ویزه برای ما، دیدم سفارت بسته بود ویزه چیز نشد و خلاصه حالا رفتیم از رای شنیدیم گفتید یک عده مردم رفتن از بصره، از بصره شلمچه داخل ایران. ما هم خلاصه او کار کردیم، آمدیم از مرز عراقی گذشتیم مرز ایرانی آمدیم. مرز ایرانی خلاصه خدمتشون نو زیاد کردن و اینها. خب خلاصه لطف کرد، ما همون جگه توسل به امام حسین کردیم. بله قبل از این که خدمت شما عرض شود ایت سانا بیفتاده، من در این مسیر که می آمدم بین یک نخلستانی بود، نخلستانی بود خدمت شما عرض شود که
ساختمانی بود و هیچ چی نبود، نه آدم بود، هیچ کس نبود، تک تنها. بله، به من این بنده خدایی که ما رو اینجا پیاده کرد گفت شما همه تو مستقیم برین. ما خلاصا نمیدانم نیم ساعت 20 دقیقه بین نخلستان قدم میزدم که یک دفعگی از بین نخلستان یک جوانی پیدا شد. خلاصا ما هم صحبت نکردم، این جوان آمادم یک ساک ما رو گرفتک با ما رفت یک مقدار راه رفت. خلاصا که یک تقریبا یک 2 دقیقه 3 دقیقه راه مانده باشه به من اشاره کرد اونجا رو نگاه کن. من نگاه کردم دیدم ساختمان نمیبینم. ولی همین ساک ما رو به ما داد که یعنی شما برین دیگه اونجا. خوی رفت از من. من یک دفعه گفتم یک تشکر از بنده خدا کنم. نگاه کردم این طرف و طرف پشت سر کسی رو ندیدم. بله. خب به هر حال اونجا که رفتم در گمرک عراقی برای ما خروجی زد. رفتم گمرک ایرانی. گمرک ایرانی خلاصه ممانعت میکرد. بس خدا اونجا یک توسلی به امام حسین کردم. تمام جان ما به زیارت شما آمدم. نمیدونم خلاصه که مشکلات و دیگه و دیگه. نمیدونم اونجا هم یک لطف الهی شد، یک شخصی پیدا شد. گفت بین ساکای شما چیه؟ ساکا رو باز کردم، یک چند تا به اصطلاح مهر بود برای دوستا تربت سید شهدا و یک چند تا خلاصه تسبیح و یک کمی خرما. گفت اینا چیه؟ گفتم اینا برای سوغات میبرم. این سرهنگ بود ظاهران، بله لباس سرهنگی به تنش بود. یکی از این مهرها رو برداشت و خلاصه بوسید و به چشمه خود مالید. دیگه یک نفر دیگه هم اونجا بود، گفت این آقا بین ماشین میبرن خرمشهر، خرمشهر برش بلیط میگیرن. بله بلیط هم که برش گرفتن خلاصه دیگه بر مسیری که میخوان. گفت من میخوام برم قم برم. گفتش کار ندار بود. دیگه خدمت شما عرض شد الحمدلله به سلامتی و با دعای شما دوستان و با لطف آقای امام حسین علیه السلام این سفر بر ما بسیار آسان گذشت که سال 57 بود. آمدم خلاصه وارد قم شدم و زیارت کردم و دیگه آمدم طرف وطن. بعد از سختی ها و مشکلات فراوان که شما در سفرها دیدین، اما لحظه اولی که چشمتون به گنبد و بارگاه ابا عبدالله علیه السلام افتید چه حسی به شما دست داد؟ اونجا خلاصه دیگه نمیدانید که چی یک حالتی برای من پیدا شد، یک حالت معنوی. من متوجه نشدم که من به این دنیایم یا به یک دنیای دیگری هستم. خلاصه دیگه قلب ما، وجود ما همگی حسینی شد و زیارت جد من امام حسین علیه السلام که شرفیاب شد مصرف سفر اول. حدودا ما ندیدیم که تقریبا 10-15 نفر، چون ایام شروع جنگ ایران و افغانستان چیز بود، به اصطلاح عراق بود، خیلی خلوت بود. با خلوت با معنویات الحمدلله ما زیارت جد امام حسین علیه السلام را انجام دادیم. بسیار خوشحال شدیم، بسیار بسیار از این زیارت لذت بردیم به حد و به اندازه. الحمدلله. گفته بودم چه بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. اون لحظه ای که چشمتون برای بار اول لفتید به آب فرات، چه چیزی به ذهن شما آمد و چه حسی داشت؟ اونجا که رفتیم خدمت شما عرض شد که چشم ما به آب فرات افتاد، اون صحنه هایی که برای ابوالفضل عباس پیش آمد کرد و کنار القمه و دشمنا هجوم آوردن، دقهای ابوالفضل از بدن جدا کرد، عمودی آهنین به فرق سرش زدن، تیر به چشم مبارکش زدن. اون لحظه یادم آمد که آقا با عبدالله الحسین را طلبید، برادرش گفت برادر مرا دریاب. و امام حسین اون لحظه آمد دید که بلی دسته های بلند و رشیده برادرش ابوالفضل از بدن جدا شده و خدمت شما عرض شد که دست بریده را از زمین برداست، می بوسید و می بویید. یک جایی که امام حسین علیه السلام بلند بلند گریه کرد در کنار بدن میوه دلش علی اکبر بود و یک جایی هم که بلند بلند گریه کرد کنار بدن بی دست برادرش عباس بود. سر عباس را به دامن گرفت
بلند بلند گریه کرد و یک ابیات در این شاعر فرموده: چرا ای غرق خون از خاک صحرا بر نمی خیزی؟ حسین آمد به بالین تو چرا از جا بر نمی خیزی؟ خیام کودکان خالی بود از آب و پر افغان، چرا سقای من از پیش دریا بر نمی خیزی؟ یا علی جان به صحرای بلا کن گذری، یا علی جان به صحرای بلا کن گذری، به شهیدان صف کرب و بلا کن نظری، تا سر نیزه سر ناطق قرآن نگری. زینب غم زدم، زینب غم زده، زینب غم زده با کودکان می رود، یا علی کن مددی کاروان 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 می رود. آقای علوی عزیز، شما که مشخص است که الحمدلله توفیق داشتین و به زیارت رفتین و در زندگیتون هم لحظه لحظه به یاد سفر کربلا بودین، آیا شده که در جای از زندگیتون احساس کرده باشین که امام حسین علیه السلام به شما توجه نکرده و شما با حضرت قهر کرده باشین؟ نه نه، همچی اتفاقی نیفتاده. و اگرم هر سختیه که بر ما اتفاق افتاده باشه، ما قهر به امام نمی کنیم. بله، وی امام حسین جد بزرگواری ما، بله اونا خاندان کرمن، اونا که مثلا با ما قهر نمی کنن و نه ما خلاصه وظیفه ما که با اونا قهر کنیم. بله، هر سختی بیایم بسر جان ما قبول داریم. کبلای جون، اگه امیال امام حسین علیه السلام در همین جلسه ما وارد شوه، بله، شما دوست داره که حضرت به شما چی بگوید و شما به حضرت چی بگید؟ او که خداوند تبارک تعالی او لیاقت به ما نداده، آیانان اگر اتفاق بیفته دیگه ما دست و پای خود گم میکنم که در حضور جد بزرگوار امام حسین علیه السلام قرار بگیرم و دیگه وظیفه ما ندارم، فقط خودش به اصطلاح خود روی پایش مندازم، خاک پایش سرمه میکنم. ولی که خدا ما لیاقت ندارم که آقا با عبدالله المسلم السلام بیای پیش ما و به مجلس ما بیای. اگر این مثلا اتفاق افتاد دیگه اصلا دست و پایم گم میشه دیگه که ما چی کار کنم، خدا خاک پایش قرار بدم، خاک پایش سرخمه چشم قرار بدم کما. بله. آی کربلا، یک کلیپ و همکارا آماده کردن، امون رو با هم ببینیم. سلام آقا کلان رو براتونم، من اینجا ما زیارت نامه میخونم، حسین جانم، حسین جانم، بذار سایم قرار ما شب جمعه حرم باشه، حسین جانم. کلیپی که مشاهده کردین شما را یاد چی انداخت؟ انگار خودم با کربلا دیدم. ولی و جلوی زیری آقا با عبدالله الحسین گمرک آقا گنبد بارگاه امام حسین علیه السلام بودم و یک احساس کردم که اصلا بازم مثل
قبلی که هیچی هرچی بود از یادم رفت، این دنیا و مثلا دیگه فقط یادم از خود کربلا و امام حسین و از زوار امام حسین آمد. جانم ابی عبدالله، جانم ابی عبدالله، ای ساقی بزمش، ای سرور فرزانه، ای ساقی بزمش، ای سرور فرزانه، با عشق و رضا دادی جان در ره جانانه. گل واژه سارا الله، جانم ابی عبدالله، گل واژه سارا الله، جانم ابی عبدالله، یا سیدی یا مولا، جانم ابی عبدالله، جانم ابی عبدالله. در طول زندگی کدام جایی شده که احساس کرده باشین که امام حسین علیه السلام دست شما را گرفته و مشکلتان را حل کرده باشه؟ خیلی اتفاقات افتاده، خیلی خیلی اتفاقات افتاده. ما خود ما خوابیم خلاصه، گسانه ها را نمیتونیم خلاصه درک کنیم که اهل خلاصه ما میفهمیم که بسیاری سختی هایی که بر ما آماده که گفتیم یا ابا عبدالله الحسین، ولی اونا حل شده، اون مشکلات همه حل شده. یک داستان هایم داره که خلاصه از اون داستانی که نمیدانم الا وقتش هست. نیه که ما خودم خلاصه در سال 57 رفتم کربلای معلا و چی سختی ها بر ما آمده که الحمدلله ما سختی ها مثل کف روی آب برای ما آسان شد. کربلای صاحب، شما در گپایتون نامی بردین از سوقاتی. به نحیث کربلای کسی که از کربلا میایه، از زیارت حضرت میایه، به نظر شما چی سوقاتی باید بیاره؟ بهترین سوقاتی آقا امام حسین علیه السلام. ولی هر شهر و هر شهرستان از خود یک رسم و رسوم داره. ولی حالا مثلا از مشهد مقدس که زوارا میرن، یک زعفران نباتی، ولی یک چیزی میبرم. ولی به نظر ما بهترین سوغات خاک و تربت آقا عبدالله الحسین علیه السلام و آب شط فرات که انسان اگر مثلا بتانه اینا رو تهیه کنه برای او کسایی که به اصطلاح به بدرقیش میای و پرسانش میای، برای اونا مثلا ببره بهترین سوغات. یک نفری که از زیارت کربلا پس میایه و نامش میشه کربلایی، بله بله، مردم از او چی انتظاری باید داشته باشن؟ چی تو باید تغییر کرده باشن؟ او یک زیارت آقا به عبدالله الحسین علیه السلام مشرف شده، اسم کربلایی بر او برده میشه، مردم زیاد احترامش رو میکنه و اینها. خود این شخص هم باید مثلا حالا یک گناهی، یک معصیت، یک خطایی که قبلا میکرده به برکت اسم کربلایی که بر او برده شده خلاصه دیگه طرف او چیزا نروه دیگه. اسمش کربلاییه، حسینی شد اینا. بله، نام زیارت امام حسین برده شد. بله، بعد گرد و غبار کربلا به سینه شده، نفس کشیده. بله، این کربلاییه خلاصه دیگه. از اسم کربلایی باید مثلا لذت ببره و مقام اسم کربلا رو باید داشته باشه تا که زنده یه. بله. و کلام آخری که در این برنامه با امام حسین علیه السلام میخواییم داشته باشیم چیست؟ کلام آخر من اینه که میگیم یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، ما را از خود جدا نکن. یا امام حسین، بازم ما را نصیب کن که انشاءالله بیایم بین الحرمین. چشمای گناهکار ما انشاءالله یک مرتبه دیگه با گنبد بارگاه تو بیفته یا ابا عبدالله الحسین. و شب اول قبل دادی ما برس اون لحظه آخر و سختی ها آقا جان با ما باش که ما امید داریم به شما خاندان. ما را از خود جدا نکن، نه در او دنیا نه در این دنیا. بله. یا علی جان به زهرای بلا کن گذری، یا علی جان به
صحرای بلا کن گذری، به شهیدان صف کرب و بلا کن نظری، تا سر نیزه سر ناطق قدر.